با بهترین گروه ها اولین جلسه از درس گفتارهای آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل رو خدمتتون ارائه میکنم با توجه به شروع بیماری همگی رو فراگیر کرونا ناگزیرن از طریق ویدیو این درس گفتارها در فرمون جاری ارائه میشه براتون و دارم که براتون مفید و مورد توجهتون قرار بگیره. ما در این کورس در این دوره مفاهیم و مزامین مختلفی رو مورد بررسی قرار میدیم که میتونید شما از سامانه آکادمیا فایل دو صفحه‌ای شرح درس های این ترم رو دانلود کنید و تمام امکان آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل یا آنالیز که اونجا مواد مختلفی رو آوردن در طول این کورس هم کار میکنیم. اولینش اتخاذ استراتژی روشمند هست برای تجزیه و تحلیل موسیقی، دوم انواع روش های تجزیه و تحلیل باطنی و گونه شناسی و سوم انواع روش های تجزیه و تحلیل مبتنی بر دیسیپلین های مختلف هست. این دیسیپلین ها مهمترینشون که ابزار اصلی کار تجزیه و تحلیل هست موزیکولوژیه. ما از ابزارهای مردم شناسی هم تا حدودی بهمن میشیم در اضافه کردن ابزار تجربه موزیکولوژی و در واقع ما یک دیسیپلین متفاوتی در موزیکولوژی برای تجربه تحقیق از آنچه که در موزیکولوژی وجود داره نداریم. فقط تنها چیزی که هست آنچه که هست حوزه مردم شناسی باید میشه روش های تجزیه و تحلیل مبتنی بر فرهنگ هست. یکی از شیوه های دیگه ای که باز بنیان روش های تجزیه و تحلیل موزیکولوژیکال رو میگذاره اکوستیک و ریاضی هست که بخشی از بنیانهای اولیه مباحث مربوط به بحث آنالیز از در واقع اکوستیک صدا یا فیزیک صدا و مباحث ریاضی مرتبط به اون در ما شیوه‌های دیگری هم داریم در آنالیز موسیقی که مبتنی بر شیوه‌های روانشناختیه که معمولا بر با تست افراد در شرایط آزمایشگاهی انجام میشه با نمونه‌گیری انجام میشه که امیدوارم توی این ترم بتونیم یکی دو مورد از اون شیوه ها را هم مرور کنیم. اونطور کار ما شیوه تجزیه و تحلیل مبتنی بر روانشناسی توی این ترم نخواهد بود. شیوه دیگه ای هم وجود داره که در واقع شیوه از تحلیل مبتنی بر جامعه شناسی یا سوسیو میوزیکولوژی آنالیسیس عنوانش هست یا تجزیه تحلیل موسیقی شناسی اجتماعی. به همین ترتیب ما با ترکیب شیوه موزیکولوژی و مردم شناسی در واقع روش خودمون رو کار بر همین مبنا ما این ترم دو تا کتاب اصلی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. یکی این کتاب هست تحت عنوان مبانی آفرینش ملودی در آهنگسازی که مباحث بنیادی آنالیز موسیقی بشیدوی موسیقی شناسی رو از این کتاب مورد بررسی قرار میدیم و منابعی که در این کتاب معرفی شده یا در واقع مأخذ نگارش
نگارش این کتاب بودن. کتاب دیگه هم که برمیگرده به در واقع استفاده از این شیوه ها در کانتکست آنالیز موسیقی خودمون در موسیقی ایران و روش های بومی، کتاب دیگه هست تحت عنوان ساختار ملودی در موسیقی ایرانی که این دو تا کتاب در واقع این که جزو منابع اصلی هستن که برای هر گفتاری این دو تا رو با هم می‌شنیدن، یعنی در واقع این دو کتاب به گونه‌ای هم نیاز هم دیگه هم تعلیف شدن برای اینکه بتونن با هم دیگه پیش بیان. یک کتاب دیگه هم هست که ساختار ریتم رو بررسی می‌کنه، اون رو هم جا به جا هر جا احتیاج شد مورد توجه قرار می‌دیم، تو چون ترمای گذشته اون کتاب رو مورد توجه قرار داده بودیم دیگه این که جزو منبع اصلیتون نذاشتن. ما بر اساس هدفی که داریم شیوه تجربه تحقیق رو تعریف می‌کنیم، بنابراین امروزه در اغلب موارد روش تجربه تحقیق یک روش ترکیبی، یعنی ممکنه ما خصوصیتی از تجزیه و تحلیل و متدهای رایج در دیسیپلین‌های دیگه مثل روانشناسی، جامعه‌شناسی، حتی زبان‌شناسی اینها رو به خدمت بگیریم برای اینکه بتونیم هدفی رو که دنبال می‌کنیم اون هدف رو بهش برسیم. ما میتونیم اهدافی رو که تجزیه و تحلیل دنبال میکنه رو هم اونا رو هم مورد توجه قرار بدیم، چون بدترین شیوه تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل برای تجزیه و تحلیل، یعنی اینکه شما یه قطعه تجزیه و تحلیل کنید صرفا برای اینکه اون رو در واقع مورد شکافندهی که قرار بکشید. ما همواره بایستی که برای کار خودمون دلیل داشته باشیم، یعنی اینکه ببینیم که ممکنه که ارتقاء دانش عمومی، ارتقاء سطح دانش عمومی در واقع هدف اصلی آنالیز باشه، که اون چیزی که در عنوان تجزیه و تحلیل موسیقی شناسی وجود داره اغلب همین هدف انجام میشه، یعنی میخواد دانش عمومی رو در بین همگان و یا در بین افرادی که مشخصاً حرفشون مستقل هست افزایش بده. بنابراین این یکی از اهداف اولیه است. یک هدف دیگه ای رو که طراحی میکنیم برای در نظر کنیم برای تجزیه و تحلیل بهینه‌سازی موسیقی و ارتقاء کیفیت موسیقی، یعنی این کار رو ما اغلب برای مصرف آهنگسازان و نوازندگان انجام میدیم، چون با تجزیه و تحلیل میتونیم نقاط قوت و نقاط ضعف آثار رو بیاریم و در معرض دید آهنگسازان و نوازندگانی که اونها رو نواختن یا قرار اون موسیقی ها رو در آینده بنوازن قرار بدیم تا باعث رشد و ارتقا اونها بشه. موضوع دیگه عمومی‌سازی قواعد قوانینی که طراحی شده، این هم یک دلیل دیگه برای تجزیه و تحلیل که ما قواعد رو نشون بدیم که چگونه عمومی‌سازی، یعنی مثلا وقتی که توی این منابعی که معرفی کردم ما به مبحث بالانس یا تعادل میرسیم، میتونیم با بررسی نمونه‌های متعدد ببینیم که چگونه این ضرورت انسانی برنامه قاعدگی عمومی و برنامه دوری در اغلب آثار مورد توجه آهنگساز و نوازندگان قرار میگیره. موضوع دیگه ای که ممکنه هدف ما باشه از آنالیز که بیشتر به درد کار واقعا مردم شناسان موسیقی میخوره، اینکه آنالیز به ما کمک میکنه که موسیقی ها رو در
دسته‌بندی کنیم، یعنی بتونیم اونها رو در گروه‌های قرار بدیم و این گروه‌ها نهایتاً باعث میشه که ما بتونیم طبقه‌بندی کنیم آثار موسیقی رو، یعنی بتونیم اونها رو دسته‌بندی کنیم همون گونه که مثلا یک کتابدار کتاب‌ها رو طبقه‌بندی می‌کنه در قفسه‌ها و دیگه دسترسی راحت‌تر و ساماندهی موضوعی و رشتگی اونها، که این کار رو هم ما برای دسته‌بندی موسیقی ها و طبقه‌بندی اونها نیازمند تجزیه و تحلیل هست. موضوع دیگه ای هم که در ابتدای گفتار عملی اشاره کردم جامعه هدف ما هست. وقتی که تجزیه و تحلیل اگر که در نظر نداشته باشید که چه جامعه‌ای هدفی قرار هست محصول کار شما رو مطالعه کنه، یعنی تجزیه تحلیل شما رو نگاه کنه یا اون رو بخونه، ممکنه که اونها رو بیش از اندازه دست کم بگیرید. اگر نهایتا خواننده‌های شما یه جامعه متخصص هم رشته و شما مرتب توضیح و واجبات بدید، مثلا میخواید موتیف های اون قطعه رو با هم مقایسه کنید، از این دو شروع کنید به تعریف کردن موتیف، این ها باعث آزار اون جامعه هدف شما میشه. یا برعکسش اگر که جامعه هدف شما آشنایی قبلی با اصطلاحات و کاری که شما نداشته باشه و شما بدون توصیف واژگان کلیدی یا توصیف واژگان بنیادی وارد بحثتون بشید، اونها نمیتونن شما رو دنبال کنن. بنابراین جامعه هدف جزء موضوعات اصلیه که در کار ما مورد استفاده قرار میگیره. ممکنم هست که خودم بوده های مردم باشن. جامعه هدف مثل برنامه های تلویزیونی که برای بوده های مردم مثل مورد نقد و بررسی قرار میگیره. تجزیه تحلیل بر مبنای گونه شناسی میتونه انجام بشه بر اساس رضایتمندی شنوندگان، عوامل مؤثر در موفقیت یک اثر، میتونه بر اساس خط آوازی یا اشعار انجام بشه و بیشتر موضوعات دیگه ای که در این زمینه مورد توجه قرار بگیره. ما برای اینکه شما یک حد اقلهایی رو در حوزه در آغاز کار ورود به الکترومیوزیکولوژی بدونید، یک در واقع سری منبعی رو معرفی میکنیم که شما حد اقلها رو کسب کنید. یکی از مهمترین این منابع اون چیزهایی هست که در زمینه فیزیک صوت نوشته شده، یعنی قبل از هر چیز شما باید فیزیک صوت بخونید. حداقل اقلش کمترین میزانی که شما باید فیزیک صوت بدونید، یعنی روده های صوت رو به رفتارش رو بشناسید، رفتار ذهن‌ها یا سیم‌ها رو بشناسید، شیوه ایجاد گره‌های صوتی در روده های صوتی رو مطلع باشید، شیوه کار سازهای درکوبشی و تولید صدا در اونها، چه خود صداها، چه پوست صداها، اینها رو باید بشناسید. و برای این کار میتونید به بخش فیزیک صوت کتاب دیگری از من که نشنه منتشر کرده تحت عنوان اطلاعات عمومی موسیقی مراجعه کنید. خب منابعی که اونجا معرفی میشن در فیزیک صوت و اکوستیک و منابع دیگه ای که این زمینه هست. بنابراین من مستقیما وارد حوزه مطالعات فیزیک صوت و اکوست نمیشم، اما این کاری که شما باید انجام بدید اگر که قبلا خوندید یادتون نیست، سلام و
در مقالاتتون وجود داشته پیش از ورود ما به سیستم در کورس، اون موضوعات رو بخونید. اگر من در خواندن ما به مشکلاتی برخورد کردید، میتونید با من در تماس باشید برای رفع اون مشکلات خودتون در نظر. ما موقعی که داشتیم صدای شناسی و اتنومزیکولوژی رو در درس گفتارهای اتنومزیکولوژی بررسی میکردیم، یک اشاره ای به بنیانهای اصلی شکلگیری موزیکولوژی انجام داده و تقسیم‌بندی‌های اولی مثل تقسیم‌بندی فورکر. آنچه که شما باید بدونید در این زمینه شیوه هایی هست که کار موسیقی شناسی در گذاری دورهای اولیه تقرارندی میشن که برای میتونید در صفتهای مربوط مراجع. اما اون چیزی که ما شروع میکنیم کارمون رو مبحثمون رو اینجا موضوعی هست که مربوط میشه به با بحث فرس، یعنی ما مبحثمون رو با گفتگو راجع به فاصله و فاصله ها آغاز فاصله ها در موسیقی مقدمه و بنیان بخش میکرو انالیسیس هست یا تجزیه و تحلیل فرم میگن. ما دو دسته تجزیه و تحلیل داریم، یعنی با دو تا لنز مختلف به موسیقی نگاه. یک لنزی هست که مثل میکروسکوپ موسیقی رو ریز به ریز مورد بررسی قرار میده، به خاطر همش میگه میکرو انالیسیس، و ذرات تشکیل دهنده موسیقی و نسبت اون ذرات با هم دیگر رو مورد مطالعه قرار میده که اولین بحث این نوع نگاه بحث مطالعه فراسه هست. یک لنز در واقع دیگه هم داریم که موسیقی رو شمایل کلیش رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده، یعنی موسیقی رو تناقض مورد بررسی قرار میده. این لنز که الان من دارم از طریقش با شما صحبت میکنم یک لنزیه که من رو در یک نمای میانه قرار بده که اصطلاحا بهش میگیم میدیوم شات. اگر لنز بدون این بسته بشه روی دوربین که بیاد و بدونه مثلا تارهای موهای صورت هم رو نمایش بده تک به تک بهتون، یا رنگهای رنگدانهای شکلنده شبکیه چشم من رو براتون نمایش بده، دیگه شما دارید به صورت میکروسکوپی نگاه میکنید، دارید ریز به ریز عناصر شکلندگی اینجوری رو شمایل کلی رو مطالعه میکنید. و اگر دوربین فقط بره عقب که فروشات از کار سر رو نمایش بده، در واقع داره تمامقدر اجزای شکل دهنده این پیکره رو به شما نشون میده که شامل دست ها، سر، پاها و تنه هست. یعنی این دو نمایی رو به شما نشون میده و ممکن هم هست دوربین اینقدر عقبتر که افراد مختلف رو بتونید با هم قیاس کنید در یک پیرامید روشن. ما به همین شیوه طبقاتی میکنیم انواع نگاهان رو به موسیقی. به خاطر همین در اولین جلسه بحثمون راجع به فواصل هست. این فاصله ها عامل اصلی بحث آغازمون هست. ما در مباحث گلوگر یا ماکرواناسیس به بخش های اصلی شکل دهنده موسیقی میپردازیم.
اون چیزی که شما توی فرم شنیدید که مثلا این قطعه باینری اون اینترنری یا این شکل تشکیل شده از یک A B A یا این سمفونی چهار موفمان داره، اینا در واقع از زاویه کلنگر هست وقتی که نمان کنگی هست، ولی هر کنی از اون قسمت ها شکل هندی مثلا این اثر سه قسمتی A B A خودشون وقتی که با زردگی نگاه کنید میبینید که از عناصر این شکل گرفتن که اون عناصر رو ما اینجا وارد بررسی قرار خواهیم داد. یه بار دوربین رو میارم عقب‌تر وقتی که دارم فاصله رو بررسی میکنم که ببینم این فاصله ها چی رو دارم شکل میدن. یه ذره که میاد عقب‌تر یک سلولی رو شکل میدن که این سلوله قابل ادراکه برای شنونده برمان یک گل یا یک تن و اون نگوهی. بنابراین ما برای ورود به بحث فاصله توی کتاب مقاله فرمایش نگوهی اول یه ذره میان عقبتر تعریف میکنیم نگوهی رو که نگوهی چیه و بعد برون میبریم از این در جزء شناسی کنیم که ببینیم که از چیا تشکیل شدن و اولین یافته ای که پیدا میکنیم صداست، ولی صداها با عنوان عناصر منفرد موسیقی نیستن. وقتی که صداها با هم نسبت برقرار کنن نقطه آغاز موسیقی، یعنی بنابراین یک صدای مهمتر مثل یک بی که تا بی نهایت بره یا تا هر زمانی بره این نمیتونه مثل بشه، مگر اینکه بشه مثلا دو تا صدا نسبتشون به هم این حد اقلیه که احتیاج داریم برای اینکه یک اتفاق موسیقایی افتاد. بنابراین به خاطر همین که اولین بحث ما بحث فراسوی هست، ما در یک تقسیم بندی کلی فراسوی مورد استفاده در ملودی رو مورد بررسی قرار میدیم. اینجا در کتاب مبانی آفرینش ملودی در فصل ده در صفحه ده خدمتتون آوردن فواصل مورد استفاده در ملودی و گفتیم که ملودی از لایه‌ها و سطوح متفاوتی تشکیل شده، قابل تجزیه و تحلیل اولین لایه قابل بررسی به تجزیه و تحلیل ساختار درونی شامل بررسی فواصل ساختار مدار تونال و چگونگی کارکرد آنها در ساخت ملودی میپردازد و بعدی باقی بیرونی که به ساختار کلی مثل عبارت ها و پریود ها و این ها میپرد. یک فاصله یک ملودی زمان حاصل میشود که دو نوت به صورت پیدرپی به صدا دارد. فواصل ملودی مشخصه هایی چون بزرگی و کوچکی آنها، ملایمت و ناملایمت و برای گوشهای تربیت یافته موسیقی به صورت دقیق‌تر با اندازه میپرده‌های موجود مثلا به شکل سوم بزرگ، سوم کوچک، اکتاو و غیره درک می‌شود. توانایی تشخیص و درک فواصل ملودی خصوصیت مرتبط با مفهوم وسیع‌تری تحت عنوان نسبت فواصل است یا پیچ ریلیشنز. این جزء پیچ ریلیشنز یا نسبت فواصل جزء بنیادی ترین مراسم ها در مطالعه فاصله است. ارتباطی که به صورت نسبی بین اسباب وجود دارد به ما اجازه می دهد که فاصله بین دو درجه را دریافت درک و نهایتاً به خاطر بسپاریم. در فصل ملودی از دیدگاه شنون
کننده موضوع ادراک ارتفاع صوتی که بنیادی ترین مبحث در مورد نقش فواصل مورد استفاده در ملودیس را بررسی خواهیم کرد، چون ما از دو تا عینک فاصله ها رو میبینیم، یکی که امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم از دیدگاه آهنگساز که نسبت به فواصل همونطور که گفتم میتونه با اصطلاحاتی مثل ملایمت و ناملایمت یا بزرگ و کوچک یا درست و افزوده اینطور چیزا تعریف بشه، مثل argumented مثلا یک فاصله پنجم افزوده، اینا اصطلاحاتی که آهنگساز استفاده برده، اما کار شننده یک کار دیگه است و شیوه اجراش هم شیوه دیگه ای که ما رو به موقع مورد بررسی قرار میده. فواصل با اصطلاحات دیگه ای هم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرن، مثل گسسته یا فواصل متصل. فواصل ملودی که گسسته یا به عبارتی پرش ها عامل اصلی ایجاد ملودی های گوشه‌دار است. این عنوان گوشه‌دار رو اولین بار استاد پرویز منصوری استفاده کردن و منم به تبعیت از ایشون استفاده میکنم که نمونه ای از این ملودی های با فواصل گوشه‌دار رو در کتاب آوردم که بتونید اون رو ببینید. در مقابل استفاده از فواصل به هم پیوسته است که این دو نوع نسبت یا pitch relations وقتی که مطالعه بشه میتونید این دو طبقه بندی رو برای فاصله ها بزنید، فواصل پرشدار و فواصل پیوسته. یک نمونه از سمفونی نهم بتهوون رو آوردم برای مثال فواصل پیوسته و یک نمونه دیگه هم از یک کار دیگه بتهوون پس از سونات اپوس 31 رو برای که بدونید یک آهنگساز خاص ممکنه که هم از فواصل گسسته استفاده کنه هم از فواصل پیوسته. ما برای اینکه بتونیم فواصل رو اندازه گیری کنیم میتونیم از ابزارهای موجود مثل پرده‌ها کنیم پرده‌ها استفاده کنیم و میتونیم از ابزارهای دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره بهره‌مند بشیم، مثل ابزارهای محلی. ما به خاطر اینکه این مبحث پیش از این امروز طولانی نشه مبحث فاصله رو تا اینجا متوقف میکنیم و جلسه